هر سخن و معارفی که از من نیست را تکذیب کنید و نام مرا پنهان نگه دارید، نسخه های سخنان مرا مخفی نگه دارید، چرا که نمی دانید کافران به من با آنها چه می کنند. فصل پنجم. به من طاووس الملک و شمایل من احترام بگذارید، زیرا آنها شما را به یاد من می اندازند که سالها از آن غفلت کردید. قوانین مرا اطاعت کنید و به سخنان بندگانم گوش فرا دهید که علم غیب از من به شما فرزندان آدم آموزانده می شود. و اکنون کتاب من کامل شد. هم اکنون به داستان آفرینش از دیدگاه ایزدیان می پردازیم. مصحف الرش، قرآن سیاه. خداوند ابتدا مروارید سفید را از راز عزیز خودش آفرید و پرندهی به نام انفر آفرید و مروارید را در بالا قرار داد. برگشت و 40,000 سال در آن زندگی کرد. اولین روزی که خداوند در آن آفریده شد یک شنبه است و در آن روز فرشته ای به نام عزرائیل را آفرید و او طاووس الملک قیم و صاحب همه است. خداوند در روز دوشنبه شاه دردائیل را آفرید، او شیخ حسن است. و در روز سه‌شنبه پادشاه اسرافیل خلق شد، او شیخ شمس است. و در روز چهارشنبه پادشاه میکائیل خلق شد و او شیخ ابوبکر است. روز پنجشنبه فرشته جبرئیل خلق شد، سجادالدین است. و در روز جمعه پادشاه شمنائیل خلق شد و او ناصرالدین است. و روز سبت فرشته نورائیل خلق شد و او فخرالدین است. و خداوند طاووسی را بر آنها پادشاه ساخت. پس او تصویر 7 آسمان و زمین و خورشید و ماه را آفرید. فخرالدین انسان و حیوانات و پرندگان و وحوش را آفرید و در گرداگرد همه آنان فرشتگان مقربش را قرار داد. سپس خداوند فریاد بلندی کشید و از مروارید جدا شد. شکم مروارید 4 تکه شد و از آن آب به بیرون ریخت. آن آب به دریا تبدیل شد و جهان گرد و بدون نفوذ بود. و خداوند جبرائیل را به صورت پرنده ای آفرید و با دست خود فرستاد به 4 گوشه زمین. سپس قایقی آفرید و در آن فرود آمد. 30,000 سال با آن قایق گشت و پس از آن در لالش ساکن شد. سپس فریادی بر زمین سر داد، همه جا یخ زد و جهان زمین شد. زمین شروع به لرزیدن کرد. سپس جبرئیل دستور داد 2 تکه مروارید سفید را بردن، یکی را زیر زمین گذاشتن و دیگری را در آسمان مسکن دادند. خداوند
سپس خورشید و ماه را در آنها آفرید و از مرواریدهای سپید ستارگان آفرید و برای تزیین در آسمان آویخت. درختان و گیاهان پربار را در زمین و کوها برای زینت آفرید. سپس تخت را بر عرش قرار داد. خداوند متعال فرمود: ای فرشتگان من، اکنون آدم و حوا را خلق می کنم و آن را انسان می سازم. برخی از آنان از راز آدم خواهند بود، دین در زمین و سپس دین اسرائیل خواهد بود و اسرائیل طاووس الملک است. این دین ایزدی است. سپس شیخ عدی ابن مسافر از سرزمین شام فرستاده شد و به لالش آمد. سپس خداوند به کوه سیاه فرود آمد و فریاد زد و 30,000 پادشاه آفرید و آنها را به 3 گروه تقسیم کرد و به راه افتاد. آنها 40,000 سال خداوند را پرستیدند. سپس آنها را به طاووس الملک سپرد و به آسمان عروج کرد. سپس خداوند در سرزمین اورشلیم فرود آمد. جبرائیل دستور داد از 4 گوشه جهان خاک بیاورند. پس خاک، هوا، آتش و آب آوردند و از همه اینها گل آدم سرشته شد. نخست آدم و خداوند به او روح دمید. جبرائیل به آدم دستور داد: وارد بهش شو و از میوه های درختان بخور، اما گندم نخور. پس از 100 سال پادشاه طاووس الملک گفت: آدم چگونه زیاد و زیاد شود؟ فرزندان او کجا هستند؟ خداوند فرمان داد که او را به تو سپردم. پس آمد و به آدم گفت: آیا گندم خورده ای؟ پس از خوردن گندم شکمش متورم شد و طاووس الملک او را از بهشت بیرون کرد. وقتی آدم را رها کرد به بهشت بازگشت. پس از آن آدم شکمش منقبض شد و هیچ راه نجاتی نداشت. سپس خداوند پرنده‌ای فرستاد تا شکم آدم را گاز بگیرد و اینگونه راه خروج از انقباض را برایش باز کرد. اینگونه آدم استراحت کرد. جبرائیل 100 سال از آدم دور شد، غیب شد و آدم 100 سال اندوهگین شد و گریست. سپس خداوند به جبرائیل دستور داد حوا را بیافریند. پس آمد و حوا را از زیر بغل چپ آدم خلق کرد. سپس پادشاه طاووس به خاطر آفریده ما به زمین آمد و برای ما پادشاهانی بجز پادشاهان ایجاد کرد. خب دوستان و عزیزان، همراهان، در اینجا میباید پارت رو ببندم، خیلی طولانی شد. برای شما دوستان و عزیزان و حقیقت باوران آرزوی کامروایی و شادمانی دارم. هر جا هستید شاد و تندرست باشید. روز و روزگار به کام